سینش جان 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 یه جنگ از ستاره داره جان جان یه جنگ از ستاره داره. بینندگان عزیز، همونطور که در قسمت شروع برنامه خدمتون عرض کردم، در این قسمت از برنامه در خدمت آقای دکتر اسماعیل نوری علا هستیم، جامعه شناس و کارشناس مسائل ایران و پژوهشگر فوق‌العاده فعالی که در جامعه ایران ما سراغشون رو میتونیم داشته باشیم. جناب نوری علا رو من دعوت کردم در این ساعت که باشون گفتگویی داشته باشم درباره انقلاب ایران و همین بعضی از حوادث روز، مثل اونچه که امروز در رابطه با آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده. آقای احمدی نژاد ابراز کردند که به هر حال صحبت های مقامات آمریکایی به خصوص جو بایدن مثبته، ولی آقای خامنه ای نگذاشتند و نبرداشتند و خلاصه این رو نوعی ساده لوحی ترقی کردن. اجازه بفرمایید که بریم در مورد این مطلب نظر دکتر نوری علا رو داشته باشیم و بعد تحلیل ایشون رو، چون امروز نزدیک 22 بهمن هست، داشته باشیم در رابطه با انقلاب سال 1357. جناب دکتر نوری علا، سلام عرض میکنم. من هم سلام میکنم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون. جناب نوری علا، بسیار شرمنده هستم که اسم شما رو به اشتباه نوشتن، از شما عذر میخوام. آقا خانم محترم، اسماعیل الف سین میم الف عین یه لام، بله در حال به عبری نوشتن، مانی نداشت عبری پاپا. خیلی خوب، خیلی خوبه، توجیهشو داریم. جناب نوری علا، واقعا امروز در ایران شما که ناظر حوادث ایران هستید چی میگذره؟ با همین آقای فروزنده، من میشه جسارتاً از این موقعیتی که به منده دادید یک سو استفاده بکنم؟ بفرمایید. دو دقیقه. خواهش میکنم. من امروز صبح برنامه دیشب شما با آقای دکتر لاجوردی رو میدیدم. خواهش میکنم. در یک قسمت از اون بینندهی تلفن کردن و گفتن شما که صحبت از شفافیت و اینها میکنید، چرا در تلویزیون پارس گفته اید که نوری علا از آقای دورمانی پول گرفته و آقای دورمانی هم از رفسنجانی پول گرفته؟ آقای عرض کنم که لاجوردی لبخند زنان فرمودند که این حرف دو قسمت داره، من قسمت اولش رو هرگز نگفتم که آقای دورمانی از رفسنجانی پول گرفته، به این معنی که بر ادعای خودشون راجع به این که پولی از جانب آقای دورمانی به بنده رسیده در واقع ابرام کرد. و چون حضرت عالی در تمام این مدت هم به عنوان دوست من هم به عنوان همکار قدیمی من در جریان همه بحث ها و روابط من با جناب نادر دورمانی بوده اید، میدانید که این حرف درست نیست. آقای دورمانی معتقد بودند که من با نوشتن مقالات در مورد ایجاد آلترناتیو در خارج کشور میتوانم کمک بکنم به ایشون برای اینکه ائتلافی از نیروهای سیاسی خارج کشور به وجود بیاد، و به بنده فرمودند که اگر که چنین کاری بشه هزینه هاش رو من بر عهده میگیرم و تلویزیون اندیشه هم در خدمت این جریان خواهد بود. و وقتی که آقای لاجوردی این ادعای کاذب رو در برنامه آقای میبودی انجام دادن، من همونجا تکذیب کردم و در این حال از جناب نادر دورمانی تقاضا کردم که در این مورد توضیح بدن. ایشون هم نوشتند که من هرگز در هیچ کجا در هیچ موقعی پولی بین من و نوری علا رد و بدل نشده است، که تمام این پرونده روی سایت شبکه سکولارهای سبز همکنون هم وجود داره. و چون حضرت عالی در جریان کار بودید و در مقابل سخن ناجوانمردانه ایشان سکوت کردید، خواستم که در ابتدای برنامه از حضرت عالی گله بکنم. سپاسگزارم از گلتون. حقیقتش
جوری که قضیه مطرح شد شاید من اون تیزچنگی رو در گرفتن مطلب و عکس العمل نشون ندادم، بنابراین بندم از جناب عالی پوزش میخوام به خاطر این سستی خودم و در این حال اعلام میکنم بله من همون ایمیل آقای درمانی رو دیدم، علاوه بر این من بارها با آقای درمانی کار میکنم. آقای درمانی به دفعات گفتن که هیچ نوع کمکی، هیچ نوع پولی در اختیار آقای نوریالا قرار ندادند. این مطلبی است که من به عنوان کسی که سوابق قضیه رو به تبع علت کارم در جریانش بودم میتوانم این شهادت رو بدم. خیلی هم متشکرم از شما. منم ممنونم که این فرصت رو به من دادید. ممنونم. اتاق فرمان لطف کنید اون الف رو از جلوی اسم علا بردارید، من خیلی خجالت میکشم. من فقط امروز بود که به شما ندادم این رو. اسماعیل نوری علاست بدون الف. برحال خب دو غلط میشه 18. دکتر جان این اوضاع امروز رو چگونه میبینیم؟ این بازیه، این به نظر من دیگه بازی نیست، مثل اینکه دیگه کسی سکان رو به دستش نداره. خامنه‌ای این حرف رو میزنه، اون یکی این حرف رو میزنه، آیا اینا دارن سیاهکاری میکنن سر ملت یا نه اصلا سیستم مریونه خوردتش؟ من فکر میکنم که فرضیه سیاه بازی و عرض کنم که با هم ساختن برای سر مردم رو گرم بکنن و تنور انتخابات رو داغ مدت هاست که در جمهوری اسلامی گذشته و در حال حاضر آنچه که ما شاهدش هستیم یک جنگ کاملا واقعی است بین مافیاهای مختلفی که در طی این 34 ساله رفته رفته در جمهوری اسلامی شکل گرفتند و عرض کنم که امروز به موقعیتی رسیدند که باید تکلیف خودشون رو با همدیگه روشن کنن. 30 سال است که این حکومت، حالا کمتر از 30 سال، یعنی تا قبل از آمدن احمدی نژاد، عرض کنم که این حکومت در دست خاندانهای روحانی و آقازادگان و وابستگان اونها بوده و همه مناصب و مزایا همه در دست اونها میگشته و بسیاری از اقشار دیگر اجتماعی مثلا مثل قشر دانشگاهیان یا سپاهیان فرودست، یعنی در اون مرحله فرماندهی نباشند، اینها از این وضعیت ناراضی هستند و این نارضایتی به نظر بنده سرمایه‌ایه که به چنگ آقای احمدی نژاد افتاده است. یعنی ایشون با قانع کردن آقای خامنه‌ای که من به عنوان خدمتگزار و نوکر شما به ریاست جمهوری میرسم به قدرت رسید و بعد با استفاده از رانتی که در اختیارش داشت شروع کرد پایگاه اجتماعی برای خودش ایجاد کردن و نقبی زد است به بسیاری از دانشگاهیان موافق با رژیم و سپاهیان فرودست و اینها حالا آمدند و مدعی قدرت شدن، قدرتی که تا به حال به وسیله آقای رفسنجانی و عوان انصار ایشون و یا دیگر کسانی که از خاتمی گرفته تا میرحسین موسوی، اینا همه یک قشر اشرافیت اسلامی رو ایجاد کرده بودند که همه چیز رو در انحصار خودشون گرفته بودن و دار و دسته آقای احمدی نژاد با زیرکی تمام به نظر من از یک سو مثلا از طریق یارانه ها، توزیع پول بین مردم، استخدام بی‌رویه و محتاج کردن مردم به حقوق دولتی و غیره توانستند این پایگاه رو به وجود بیارن و هرچی که ما به طرف خرداد ماه آینده حرکت میکنیم که قرار است سرنوشت جمهوری اسلامی رو، یعنی ریاست جمهوری رو تعیین بکنن، ما به نظر من به اوج گرفتن این کار میرسیم. برها مثلا برادران لاهیجانی از جمله منفعت برندگان و از اعضای مافیای اشرافیت قدرت در ایران هستند و دو تا از سه تا قوه مملکتی رو هم در اختیار خودشون دارن. در این میانه البته مسئله آقای خامنه‌ای مسئله بسیار پیچیده است.
به خاطر اینکه علی رغم فشاری که در زمان انتخابات گذشته روی ایشون بود که مثلا رفسنجانی رو بیارن بالا یا میرحسین موسوی رو، و این نکته که هیچ کدوم اینها خطری برای سیستم محسوب نمی شوند بلکه از درون سیستم برآمدند و قصدشون عرض کنم که رفع معایب سیستمه به نفع اینکه سیستم پایدار بمونه، ایشون گوش نکرد و روی طبع عرض کنم که دیکتاتور معاب و ساده لوح خودش، به نظر من این دو ترکیب بسیار خطرناکی در وجود یک رهبر هست، میدان داد به آقای احمدی نژاد و احمدی نژاد اکنون از این مسئله داده استفاده میکنه. به نظر من رهبر جمهوری اسلامی در حضیض ذلت دوران حکومت خودش قرار داره و هیچ کس دیگه حرفش رو نمیخونه، و اون که میگفتن که حرف ایشون حرف آخره در جمهوری اسلامی، مدت هاست که منتفی شده است. هر نهیبی که ایشون میزند 10 دقیقه بعد به وسیله اعوان و انصار خودشون باطل میشه، برای اینکه اونها در یک جنگی هستند که نمیتوانند به احترام دستورات رهبر سکوت بکنند و بگذارند که طرف مقابل یعنی احمدی نژاد و اطرافیانش به طور سیستماتیک به تخریب اونها بکوشند. در نتیجه من فکر میکنم که اون موریانه که حضرت عالی فرمودید یک واقعیت مسلمه و پایه های این سیستم رو اون موریانه خورده. این داستان موریانه بنده رو یاد داستان سلیمان نبی میندازه که با عرض کنم که انسان و حیوان و حشرات و غیره صحبت میکرد و اینها و هیبت بسیار بزرگی داشت و ایستاده تکیه داده بر عصای خودش مرد و هیچ کس جرأت نمیکرد که به این هیکل نزدیک بشه و ببینه که چرا او بی حرکته، تا اینکه موریانه ها مأموریت یافتند که این عصا رو بجوند و وقتی عصا خورده شد هیکل سلیمان فرو ریخت. به نظر من آقای خامنه ای در یک تشبیه البته مضحکی سلیمانی است که عصاش رو موریانه ها مشغول خوردن. سپاسگزارم، امیدوارم که انقدر بخورند که به هر حال با از بین رفتن این عصا شاید در افق نوری از آزادی پیدا بشه و مرحله تازه ای از تاریخ ایران شروع بشه. آقای دکتر آرزوست دیگه، آرزو رو میشه کرد نیست اینطور؟ در این آرزو 100% با شما شریک. مرسی. خب آقای دکتر، برگردیم سر انقلابی که این روزها ایام سالگردشه، 22 بهمن. چطور شد که رویدادهای ایران به نام انقلاب ثبت شد و چهره انقلابی گرفت؟ در آغاز که خب همه ما در جریان انقلاب بودیم، مشارکت بسیاریمون داشتیم، این قرار نبود انقلاب باشه، یک جنبش رفرمیستی بود، خیلی که جلوتر رفت جنبش ضد رژیم شد و بعد از انقلاب یه دفعه ما دیدیم که با یه انقلاب مواجه هستیم. ممکن در این باره توضیح بدیم؟ عرض کنم که من هم در مورد این که از نظر علمی بتوان به این حادثه لفظ انقلاب رو اطلاق کرد شک دارم، برای اینکه به نظر من از لحاظ ساختار سیاسی حکومتی و دولتی در ایران بین قبل از 22 بهمن و بعد از 22 بهمن 57 تفاوتی وجود نداره، و اگر تفاوتی وجود داشته باشه در واقع ابطال مواد دموکراتیک انقلاب مشروطه یا سند انقلاب مشروطه است، و الا ماشین بازتولید استبداد از همون پیش از اینکه آقای خمینی از نفل و شاتو خارج بشه و به تهران بره آغاز به کار کرده بود و از آقای خمینی یک دیکتاتور جدید و بسیار مهیب‌تر از دیکتاتور قبلی آفریده بود، و ایشون در واقع تنها کاری که کرد این بودش که عنصر مفقوده حکومت سلطنتی رو به حکومت سلطنتی بازگردوند، و اون عنصر مفقوده به نظر بنده مسئله ایدئولوژی بود. انقلاب مشروطه سعی کرده بودش که از وارد کردن یا تزریق کردن هر نوع
ایدئولوژی به داخل قانون اساسی تا اونجایی که میتونستن جلوگیری بکنه و در نتیجه در تمام مدت دوران سلطنت پهلوی ها ما این چسب ایدئولوژی رو میدیدیم که کم نداره و تمام کوشش هایی هم که در زمینه این صورت گرفت که مسئله آیین شاهنشاهی رو بهش بعد تاریخی 2500 ساله بدهند و از اون سنت پادشاهی رو بیرون بکشند و غیره هم نتوانست به صورت یک چسب ایدئولوژیک عمل بکنه و آقای خمینی با آوردن اسلام عزیزشون در واقع این نقیصه رو هم جبران کردند و یک حکومت 100% ضد سکولار و ایدئولوژیک رو عرض کنم که ایجاد کردم در اونجا. اما ماهیت قضیه که استبداد باشد، که عرض کنم که نقص حقوق ملت باشد، محروم کردن ملت از همه حقوق حقه خودشون باشد، فرقی نکردش به نظر من. اگر ملت ایران در سال 57 علیه استبداد و دیکتاتوری قیام کرد، به لحاظ اینکه استبداد و دیکتاتوری پا بر جا موند، بنابراین از لحاظ دید علوم سیاسی به نظر بنده انقلابی در ایران صورت نگرفته، بلکه میشود گفتش که گردانندگان یک سیستم دیکتاتوری برکنار شدن و یک سیستم دیکتاتوری دیگه جانشین اون شدش. سپاسگزارم. بفهمید. خواهش میکنم. بخیر، بفهمید. خواهش میکنم. من پرسشم از شما این است که مثلا در مقاله شما هم دیدم اشاره کردید ادهی سعی کردن این حرکت رو یک حرکت ضد امپریالیستی تلقی بکنن، جناح چپ، حزب توده در این زمینه بسیار کار کردن. بله. در اون سالها که خب ما هم سالهای جوانتر از سالا بودیم و ناظر اون انقلاب بودیم، تنها بودی که گروه های مشارکت کننده در انقلاب به دنبالش بودن مبارزه امپریالیستی بود که اصلا نبودن، به دنبالش نبودن. مسئله آزادی های فردی مطرح بود، مسئله آزادی های قانون اساسی مطرح بود. چطور شد این بود ضد امپریالیستی رو چجوری میخوان بچسبونن به انقلاب ایران، به رویدادهای سال 57؟ از کنم در اینکه موفق شدن بچسبوننش که شکی درش نیست، یعنی اینکه آقای خمینی از جانب تمام نیروهای چپ و حتی میانه مثل جبهه ملی آن زمان به عنوان یک شخصیت ضد امپریالیست شناخته شد و سالها طول کشید تا اینکه ایشون ماهیت دست راستی خودش رو نشون بده و در واقع به صورت نگهبان منافع، اگر چیزی به نام امپریالیسم به اون صورتی که چپ ها میگوین وجود داشته، بتونه عمل بکنه. به قول جوکی که یادم اون روزها میگفتن که خمینی سوار تاکسی شد و یا سوار اتومبیل شد و گفتش که بزن این سمت شمار رو یا سمت نما رو بزن چپ به پیچ راست. ایشون دقیقا این کار رو کرد و از آنجا که نیروهای ملی و غربگرای سیاسی ایران به وسیله حکومت پادشاه سابق تقریبا سرکوب شده بودند و نیروهای موجود یا نیروهای مذهبی بودند که تسلیم خمینی شدند و یا نیروهای چپ ضد امپریالیست به معنی ضد امریکا اروپا بودند، که اونها هم فکر کردند که با انتساب مسئله ضد امپریالیسم به خمینی جایی رو باز میکنن برای خودشون که بتونن از اون روزن وارد قدرت بشن. و عرض کنم که جماعت به قدرت رسیده مذهبی کاملا با این مسئله آشنا بودند، آگاه بودند. در زندانهای پادشاه این نیروها با همدیگه رد و بدل اندیشه کرده بودند، حرف همدیگه رو درک میکردند و اساسا حرکتی که از زمان ایجاد نهضت آزادی آقای بازرگان آغاز شد و در دامنه خودش آدمایی مثل شریعتی رو پرورش داد،
در واقع ترجمه افکار چپی بود به زبان اسلامی، یعنی که به همین دلیل هم بسیاری از روحانیون و مجتهدین وقت اصلا اعتقاد نداشتن به حرفایی که خمینی و آخوندهای اطرافش میزنن. حالا تمام اون زبان چپ ضد امپریالیست اون موقع رو ماشین ترجمه آدمهای مثل آقای عرض کنم که شریعتی به لفظ اسلامی ترجمه کرد. مثلا جای امپریالیسم گذاشتن طاغوت و نیروهای طاغوتی و به همین عنوان که همه نیروهای طرفدار غرب موافق ارزش‌های غربی اینها به طاغوت ربط دارن. طاغوت یه لفظ قرآنیه که در مقابل خدا در واقع قد علم میکنه. اینا تونستن که در واقع دیکتاتوری قبلی رو به نفع دیکتاتوری خودشون و با حمایت چپ‌ها از بین ببرن. اما چپ‌ها بلافاصله شاید چند سالی طول نکشید که دونه دونه متوجه این شدند که چه فریب بزرگی خورده‌اند و قربانی‌های بسیاری هم در این مورد دادند. به نظر بنده یک بعد دیگه این ماجرا هم در این نکته نهفته است که به هر حال غربی‌ها می‌دانستند که پادشاه ایران دچار سرطان وخیمی است و 3-4 سال دیگر به آخر عمرش باقی نمونده و نیروهای عرض کنم که چپ در ایران ریشه های فراوان پیدا کرده اند و احتمال این که پس از مرگ پادشاه نتوان اون حکومت رو، یعنی اون کشور رو کنترل و اداره کرد، موجب شد که اونها به این فکر بیفتند که پیش از واقعه جانشینی برای پادشاه پیدا بکنند و میدونستند که نمیدونم این که شهبانوی ایران نایب السلطنه است یا آقای شاهزاده رضا پهلوی 19 ساله یک جوان خام بی اطلاعی است که نمیتواند اون حکومتی رو که به هر حال بر پایه‌های دیکتاتوری استوار بود اداره بکنند، دنبال کاندید دیگری گشتن و خمینی رو پیدا کردن. به نظر بنده رفتن خمینی به نفل و شاتوی پاریس و حضور عرض کنم که آنهایی که در اطراف ایشون بودند و با نیروهای غرب همکاری داشتن، همه آنها نشانه آن است که و مسئله کنفرانس جزیره گوادالوپ، همه اینها نشون میده که خمینی از روز اول به عنوان کاندیدایی که میتواند بیاید به نام خدا اون چپی رو که محمد رضا شاه نتونسته بود از بین ببره درو بکنه و دست به کشتارهای عرض کنم که دست جمعی بزنه. غربم روی خودش رو اون ور کرد و اجازه داد که این اتفاق صورت بگیره و در واقع نیروهای ضد امپریالیستی موجود در ایران به دست نیروهایی که از طرف اون چپ‌ها ضد امپریالیست شناخته می‌شدن درو بشه و از بین بره. برای من این مسئله مثل روز روشنه که عرض کنم که ضد امپریالیست بودن حکومت اسلامی به خصوص در دوران آقای خامنه‌ای و همین امروز که ایشون هنوز از گفتگوی با غرب خودداری میکنه، در واقع یک وصله‌ای که به آنها چسبوندند و اینها توش گیر کردند. به نظر من همین نکته که شما در ابتدای فرمایشاتون گفتیم که آقای احمدی نژاد گفته است که حرفای آقای بایدن جای امیدواری داره، این خودش نشانه اینه که تمام این نیروهایی که الان در داخل کشور در حال منازعه هستند در این حال پیغام میدن که اگر که شمای امریکا پشت ما بایستید، ما میتونیم مسئله اتمی و مسئله روابط با غرب رو حل و فصل بکنیم. و آقای خامنه ای چون تمام مشروعیتش، اگر مشروعیتی داشته باشد، در این است که مدعی استقلال از شرق و غرب هست، نمیتواند به این آسانی ها تن به این کار بده و این نیروها هم دارن از این وضعیت آقای خامنه ای استفاده میکنند که در واقع هم آقای رفسنجانی هم آقای احمدی که نمایندگان دو
اردوگاه سیاسی در داخل کشور هستند، در واقع میخواهند به غرب حالی بکنند که تا این مرد سر کار هست ما امکان از کام حل و فصل مسائل رو نداریم. جان نوریالا، یکی از دلایل دیگه‌ای که برای انقلاب ایران برمی‌شمرند این است، همون ریشه 28 مرداد 1332 هست و معتقدند که پادشاه فقید ایران قادر نشد بعد از واقعه 28 مرداد 1332 علی‌رغم کوشش‌هایی که زیادی که در زمینهای اقتصادی و توسعه اجتماعی کرد و به ویژه بعد از سال 1342 اون خاطره رو سبب بشه که مردم به فراموشی بسپرند. حالا آیا اون خاطره رو مردم به فراموشی نسپردن در نتیجه ما به سال 57 رسیدیم وقتی موقعیت مطلوب بود، یا روشنفکران ایرانی بودند که این آتش رو دمیدن درش؟ اصلا من به شخص به خاطر اینکه به هر حال در واقع زندگی اجتماعی خودم رو از بعد از 28 مرداد آغاز کردم، یعنی 11 ساله بودم که اون اتفاق افتاد، من نسل تازه‌ای بودم محسوب می شدم که در واقع در 28 مرداد نه شرکت داشت نه توانسته بود طرفگیری بکنه. می توانم به سهم خودم شهادت بدم که هیچ ارتباطی بین انقلاب 57 و کودتای 28 مرداد وجود نداشته و این ارتباط رو به این لحاظ کسانی که هنوز در مقطع 28 مرداد فریز شده اند میتونن اقامه بکنن. به خاطر این است که پادشاه ایران حتی اگر که بپذیریم که کودتایی انجام گرفت و ایشون به کمک نیروی خارجی و امریکا و این حرفا به قدرت برگشتند، 25 سال وقت داشت که عرض کنم که اون خاطره رو از ذهن مردم ایران پاک بکنه و برای خودش یک پایگاه مردمی وسیع ایجاد بکنه. و عرض کنم که در تمام مدتی هم که زنده بود و حکومت میکرد در این راستا تلاش کرد، اما به خاطر اینکه به نظر من اصلا سوخت و ساز دموکراسی رو درک نمیکرد نتوانست در مردم، در نسلهای جدیدی که پس از 28 مرداد پا به عرصه زندگی گذاشتن و خاطره چندانی نه از مصدق داشتن نه از ملی کردن نفت داشتن، نتوانست رضایتی رو ایجاد بکنه و در نتیجه فعالان سیاسی که در واقع در مواقع بحرانی رهبری سیاسی رو به عهده میگیرند اونها بودند که یک مرتبه سر از یعنی از اون غار خفته درش بیدار شدند و مسئله 28 مرداد و مصدق رو مطرح کردند. من اصلا در این زمینه صحبت نمی کنم که 28 مرداد کودتا نبود یا مصدق محبوب نبود یا غیره. من عرض این رو می کنم که محمد رضا شاه 25 سال امکان همه امکانات در اختیارش بود، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند که ایشون بتواند پایگاه مردمی برای خودش ایجاد بکنه، اما چون متوجه این نبود که بر اثر کارهایی که داره میکنه دارد نیروهای سیاسی جدیدی رو به جامعه ارائه میده که این نیروهای سیاسی توقعها و خواستهای سیاسی جدیدی رو دارد مطرح میکنند که با گذشته متفاوته، در انتها و با کمال تعجب چون میگویند که وقتی که سوار هلیکوپتر شد و بر فراز تهران عرض کنم که پرواز کرد و اون جمعیت میلیونی رو دید که علیه او شعار میدادند، در بازگشت به کاخ سلطنتی آدم دیگه‌ای شده بود، آدم شکسته‌ای شده بود، چون از یک تخیل بیمارگونه بیدار شده بود و میدیدش که ملتی که در مسیر او عرض کنم که جمع میشدن کف میزدن گل میریختن هر کجا که میرفت نمیدونم اون گونه ازش استقبال میکنند، یک مرتبه این گونه آمدن به خیابون. و در نتیجه اگر که بخواهیم برای انقلاب 57 دلیلی پیدا بکنیم
باید پرسید که این مردم چه مرگشون بود که در اون روزگار اونگونه ریختن به خیابان، اونگونه علیه شاه عرض کنم که شعار دادند و اونگونه دست ویرانی مملکتشون زدند و بعد هم اونگونه تسلیم نیروی سیاسی مذهبی ها شدند. اینها هیچ کدوم ربطی به مصدق و 28 مرداد نداره. مصدق به نظر من در همونقدر ارتباط داره با آنچه که در 57 اتفاق افتاد که امیرکبیر ارتباط داره. امیرکبیر هم بنیانگذار ایران نوین بود. امیرکبیر هم کوشید که ایران رو از ورطه قرون وسطایی خودش بیرون بکشه و در واقع آرزوهای امیرکبیر هم همونقدر ناامید شد که آرزوی آبای مشروطه، آرزوی رضا شاه و آرزوی محمد رضا شاه. و من همه اینها رو به حساب سوء مدیریتی که با نیت خوب و نیت وطن دوستانه در سالهایی که بنده و جنابعالی جوانیمون رو تیم میکردیم وجود داشت کار رو به این انقلاب کشون، اگر انقلاب باشه. سپاسگزارم. اما قبل از که سوال بعدیمو در این رده مطرح کنم، چون شما یه اشاراتی کردید به بیماری شاه، فکر میکنم و من چند هفته پیش بود از یک متخصص سرطان درخواست کردم شاید برای اولین بار ویژگی های سرطان شاه رو باز کنیم روی تلویزیون و ویژگی های شخصی که مبتلا به این بیماری مهلک میشه رو ببینیم و نگاه بکنیم به اینکه تکنولوژی پزشکی در 30 سال قبل تا چند اجازه میداده. قاعدتا در اون گفتگو برای من روشن شد که تنها چیزی که یه همچین فردی که دچار این بیماری مهلک شده لازم نداره این است که یک انقلاب بیاد و زندگی شخصی یا حرفه‌ای خودش تا جامعه او رو تخصخوش تغییرات قرار بده. یا همچین شخصی می شود معمولا شخصی منزوی، بیقرار، بیخواب و نامتعادل از نظر تصمیم گیری. یعنی همه تصمیماتی که در اون دوران ما در واقع در عملکرد پادشاه در گذشته ایران این رو می دیدیم و به هر حال بود. آیا فکر نمی کنید اگر در سال 56 که شاه متوجه شد، اوایل سال 56 بود که متوجه شد که مبتلا به بیماری سرطان هست، پادشاه می تونست ایران رو نجات بده از اینکه در این ورطه بیفته یا خیر؟ خیلی کار سختی بازگشته به گذشته و پرداختن به این گونه اگرها، ولی من چون در زندگی خودم به برخی از شخصیت‌های سیاسی مملکتمون که سعادت دیدارشون رو داشتم اعتقاد دارم، من فکر می‌کنم که مثلا وقتی که دکتر صدیقی گفت که این آبرو رو برای اون دنیا که کسب نکردم، وقتی که مملکت محتاج آن هست باید این آبرو رو خرج بکنم و به دیدار پادشاه رفت و پادشاه از او خواست که نخست وزیری رو بپذیره و او شرط رو بر این گذاشت که پادشاه برود به جزیره قشم و اونجا بمونه و از مملکت خارج نشه، من فکر میکنم که شاید دکتر صدیقی میدید که میتوان این کشتی رو از غرق شدن نجات داد. اما به نظر بنده حالا خود شاه بود، فشار غربی ها بود روی شاه که هرچه زودتر مملکت رو ترک بکنه. به هر حال وقتی که تمام نیروهای یعنی قدرت در دست یک نفر از کنه که متمرکز میشه، وقتی اون یک نفر نباشه این ماشین قدرت هم فرو میپاشه و دکتر صدیقی دقیقاً این روند فروپاشی ماشین قدرت رو میدید که با رفتن پادشاه دیگه این ارتش نخواهد بود، عرض کنم که این نیروی انتظامی نخواهد بود و اساساً نخ تسبیح پاره میشود. در نتیجه من احتمال میدم که اگر که این فرصت تاریخی به دکتر صدیقی داده شده بود، اون میتونست مملکت رو جمع جور کنه، در حالی که تجربه دکتر بختیار نشون داد که وقتی شاه بخواد مملکت رو ترک کنه و بره،
یعنی مرکز قدرت ویران بشه، هر چقدر هم که ما حسن نیت داشته باشیم نمیتوانیم این کشتی رو نجات بدیم. اینها اگر که همین امروز هم همه این نیروهای متخالف و دشمن هم دیگه در کشور ما هنوز به حبل المتین خامنه ای چسبیدن، به خاطر اینه. یعنی که شما اگر که این نخ تسبیح ولایت فقیه رو پاره بکنید، جمع کردن این تشکیلات جزء محالات خواهد بود و به همین دلیلم میتونن یه پنجره رو باز بذارن، شب خامنه ای سرما بخوره، فردا صبح از بین بره، ولی با تمام قوا نگهش داشتن برای اینکه شاید بتونن زیر سایه او عرض کنم که این جدال قدرت رو به جایی برسونن. به نظر من بزرگترین خطای شاه ترک مملکت بود و این هم که دوستان او میگویند که شاه انقدر دل رحم بود که نمیخواست دست کشتار بزنه، من فکر میکنم که دکتر صدیقی هم چندان بیرحم نبود که بخواد دست به کشتار بزنه. بحث یک ماشین قدرت است که چگونه میتوان اون رو با حزم و احتیاط متحول کرد. ایشون در واقع به شخصه به نظر من سالها قبل از اینکه برسیم به انقلاب، ایشون در واقع یک مرده متحرک بود. شما وقتی که مثلا مطالبی رو که اطرافیان ایشون، آقای نهاوندی، آقای اردشیر زاهدی و اینها می نویسند و می گویند رو مطالعه می کنید، می دونید که اساسا داروهایی که ایشون می خورد داروهایی بودند که بدون انقلاب هم شخص رو فلج می کرد و از تصمیم گیری باز می داشت. به نظر من یک آدم عاقل، یا اون پادشاهی که ما می شناختیم، ما به هر حال من و شما تو سازمان برنامه بارها ایشون رو دیده بودیم و نحوه صحبت کردنش رو دیده بودیم و غیره، این که ایشون بره پای تلویزیون بشینه و اون نامه شرمساری رو بخونه فقط ناشی از یه ذهنیه که نمیتونه تصمیم بگیره. وگرنه ناصرالدین شاه وقتی که کشته شد، اطرافیانش جنازه ناصرالدین شاه رو عرض کنم که توی درشکه گذاشتن و یکی نشستش ناصرالدین شاه رو بغل کرد و با دستهای خودش سیبیل ناصرالدین شاه رو تاب میداد تا اینکه کالسکه برسه به قصر سلطنتی، برای اینکه میدونستن که اگر که همونجا جابجا توی شاه عبدالعظیم بگه که پادشاه رو تیر زدند و کشته شد، هرج و مرجی که میشه غیر قابل جبرانه. همه به نظر من تجربه های تاریخی نشون میده که رفتن پادشاه از ایران کار غلطی بود، هرچند که ایشون دیگه نمیتونست کارکرد سیاسی داشته باشه از دو سه سال قبل از اون. به هر فراموش نکنیم که بین انقلاب و جشنهای 2500 ساله و جشنهای 50 سال پهلوی 3-4 سال فاصله بود. اون پادشاهی که در مقابل آرامگاه کوروش کبیر ایستاد و گفتش که کوروش آسوده بخواب ما بیداریم، با اون پادشاهی که عاجزانه در مقابل دوربین نشست و گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم و تعهد میکنم که از این به بعد قانون اساسی رعایت بشه و دزدی ها کم بشه و غیره، دو تا چهره مختلف هستن و هر آن که از وضعیت ضعیف روانی و جسمی پادشاه استفاده کرد و این بلا رو سر او آورد، یکی از مسببین اصلی این انقلاب باید محسوب بشه. جام نوریالا، بسیار متشکرم از شرکتون در برنامه. شاید ما به نیمی از پلنی که برای برنامه که برای گفتگو داشتیم نرسیدیم، به زودی این گفتگو رو مجددا در خدمتون ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از لطفتون، من خدمتون هستم. سپاسگزارم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب میرسیم. همونطور که گفتم خدمتون، روز سه شنبه بعد برنامه جالبی رو داریم در هفته آینده با حضور آقای رضا انصاری و خانم پرتو نوریالا. برنامه با نام این است که زن در مقابل مرد یا در کنار مرد. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد. سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون.